سفر شهبانو یک نمایش آیینی است، یک حادثه است. در این سفرها حضور شهبانو صحنه‌هایی پرمعنا می‌آفریند، صحنه‌هایی آمیخته با شادمانی و هیجان، سرشار از مهربانی و سادگی، همراه با اشک و خنده و غریب و غرور. تجربه سفر به همراه شهبانو تجربه یگانه است و با هیچ چیز دیگر آن را مقایسه نمی‌توان کرد. این فیلم سفری کوتاه به همراه شهبانوی ایران است و ثبت لحظاتی کوتاه از روزهای بلندی که به گفته شهبانو خوشترین روزهای زندگی ایشان بوده است. روزهایی که شهبانوی ایران در میان مردم ایران به سر بردند و با آنان بودند. خدا فکر نمی‌کنه خدا آوری از این مامور راحت است. من همیشه سعی کردم همون که هستم باشم، نه این که به مناسبت شغل و مقام تغییر کنم و در نتیجه منتظر باشم ببینم برای هر کاری مردم دربارم چی فکر میکنن. من همیشه همون خواهم بود که هستم. تظاهر نمیکنم که شخصیت دیگه ای داشته باشم و این موضوع همیشه به من کمک مؤثری کرده. Thank you.
خوشبختانه بعد از انقلاب شاه و مردم اصلاح طرزی روستاییان صاحب زمین شدن، زندگیشون عوض شد، ولی خب هنوز خیلی راه هست و خیلی کارا باید کرد که این روستاها پیشرفت بکنن و اگر کمک خود مردم نباشه واقعا امکان نداره، چون نمیشه از مرکز تهران همینجور متخصص فرستاد به تمام دهات که آبشون رو درست کنن، برقشون رو درست کنن، بهداشت براشون بیارن، آموزش ببرن. و اول واقعا آموزش مطرح، بهداشت مطرح، موقعی که سالم بودید و آموزش داشته باشید بعد میتونید کشاورزی رو بهتر بکنید، بعد میتونید خانه بهتری بسازید، بعد میتونید جاده ها رو بیشتر بکنید و بعد همینجور به طرف پیشرفت برید. در این کاری که میکنید امیدوارم که موفق باشیم و انشالله فرصتی هم خواهد شد شاهنشاه روزی بیان در این روستاها و ببینن کارهایی که انجام داد. خود من واقعا بعضی وقتا نمیتونم جلوی احساساتمو بگیرم. هر کار واقعا اساسی که در مملکت انجام میگیره و متوجه میشم که مربوط به بیشتر مردمه خوشحال میشم. که دنیای نو دیگه فقط دنیای مرزها و ملیتها نیست، بلکه قبل از هر چیز دنیای بشریه. در چنین دنیایی یک مادر واقعی باید نسبت به سعادت هر کودکی از هر نژاد و هر رنگ و هر مذهب و هر موقعیت اجتماعی در هر نقطه از جهان که باشه همونقدر احساس دلبستگی و احساس مسئولیت داشته باشه که نسبت به فرزند خودش داره. بچه ها سرمایه فردای مملکت هم. همه چی از بچگی شروع میشه. هر خصلت و خوی و رفتاری پایش در بچگی ریخته میشه. به زحمت میشه بزرگترها رو عوض کرد، در حالی که بچه ها رو هر طور که بخوایم میتونیم بار بیاریم و پرورش بدیم. وقتی بچه های ما خونه خوب، مدرسه خوب، محیط تربیتی سالم داشتن، وقت مسائلی از قبیل انحطاط اخلاقی نسل جوان هرگز دامنگیر فردای ما نخواهد شد. Sarı vazeluri
همیشه میخوام خودم باشم، چون طبیعی بودن برای هر بشری سرمایه بزرگی. هیچ وقت سعی نمی کنم اون چی رو که نمیدونم به دونستنش تظاهر کنم. چه بهتر که وقتی نمیدونم از اونا که میدونن بپرسم، تا لااقل زودتر بدونم و به ندونستن خودم فائق بشم. هیچ وقت سعی نکردم و نمی کنم در نقش شخصیت دیگه ای ظاهر بشم. از تملق و مجامله خوشم نمیاد. چه عیب داره که انسان ساده و طبیعی و دور از تظاهر باشه؟ ذاتی بود از آن صحنه های یگانه، نمایشی دلنواز از هماهنگی و عمق زیبایی، هماهنگی کامل ایران، مردم و طبیعتش با شهبانویش، شهبانویی برازنده ایران، ایرانی ستایشگر و دوستدار شهبانوی خود. از هر درگه بازایی به این خوبی و رعنایی، دری باشد که از رحمت بروی خلق بکشایی. ملامتگوی بی حاصل ترنج دست نشناسد، در اون محفل که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. سلامتی خانواده پهلوی را از خداوند متعال خواست دارم. کجا پرستادم برات این سچخه رو بشید؟ را میتونی کنم؟ از سران؟ ایت را میتونی بری؟ اونی کنم برم خفت. فدای یک قدمه ای کیکی بلام خوشنشو آمدی، آرام در و راحت و جون آمدی. خون شد دلکی همه مازب علی دیر آمدن، ایسا شدی و زا آسمو آمدی. سلامات محمدی که بفرسیم پیغمبر آخر الزمان. حال ما دست بموش شماهایه که با مرادی دلم برسی کهی بیه که بیام ساسد به پای همزندگانی کنیم. خوشوهاتا داره دخترات ها؟ دختر بچه یه قدی قدر ای گلی همیشه با آرزای دل خوش آمدی، ای نشه سازی آهای قرآن خوش آمدی. نمی سلو سلو سلوی آهای قرآن می آید و مثل یوسف و کنان می آید. من نمی تنم فرای سلو نمی تنی پا بلام سلو پس بشین دیگه بشین می رو ببین دیگه بشین.
نهم آذر سبزوار. مسجد جامع سبزوار که از بناهای عهد زمامداری سربداران است. روزی جمعیت خیریه فرح پهلوی. بیمارستان حشمتیه. سازمان ملی رفاه خانواده. در 12 کیلومتری سبزوار و 1 کیلومتری دهکده حارس آباد به منظور تثبیت شنهای روان، جنگلی از درخت تاق ایجاد شده است. این درخت کویری حدود 40 متر در زمین ریشه می دواند.
جا میخواستم بگم که چرا امروز شما رو گم کردیم اینجا. دیروز که من رد میشدم برای بازدید از حارثآباد، دیدم واقعا این صحرای قشنگ تمام کاغذهایی که ریخته شده به تمام خارا چسبیده و همه رو پر کرد. فکر کردم اگر واقعا همه ما همکاری کنیم، جمع کنیم، در یه مدت کمی میتونیم شهرمون رو تمیز نگردیم. و فکر کردم که بگم از بچه های پیشاهنگ و جوانان شیر خورشید سرخ امروز صبح بیاییم و این کار رو بکنیم. من فکر میکنم که اگر هر کدوم ما سعی کنیم خودمونو، خونمونو، کوچمونو، محلمونو، شهرمونو تمیز نگه داریم، چقدر کمک میکنه به سلامت همه شهر و چقدر کمک میکنه به زیبایی تمام مملکت. دهم آذر، کاشمر. باغ مزار، در این بقعه مقبره سید حمزه بن موسی بن جعفر برادر حضرت امام رضا علیه السلام قرار گرفته است. سرو و کاج‌های موجود در باغ 600 تا 700 ساله است. گناباد در این شهر مهد کودک انجمن ملی حمایت کودکان و بیمارستان شیر و خورشید مورد بازدید قرار گرفت. کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و همچنین شبانه روزی انجمن خیریه فرح پهلوی افتتاح شد.
یازدهم آذر 1353. اینها مردم شاه‌آباد قائنات هستند، جایی که مجاور منطقه خزری سابق است. در همیشه کشور این منطقه چند سال قبل در اثر زلزله ویران شد و 6 سال پیش پس از نوسازی و اتمام 6 آبادی اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو از آن بازدید کردند و از آن روز شاه آباد نامیده شد. ملک ایران از امروز هزاران مژده شهبانوت شما در ورود شند تهران از امروز شاهنشاه خدا پشت و پناهد چه لطفت بر فقیران از امروز نگهدار از حسین سبت پیامبر دگر شب خراسان از امروز ولی عهد عزیز شاه ایران رخش چون ماه تابان از امروز به نام حضرت دیبا فریده همه ملت به آخان از امروز رسول انبیاء دلشاد و خرم به سلطان همایان از امروز به شاه آبادیک سرکار آهاب سرابراز با غلامان از امروز رئیس پاسگاه زن مجده خرم بهبه که خورشیدی نمایان از امروز آتشت نریزه. مسجد شاه از بناهای دوره قاجاریه. بازار سلطانی مسجد جامع از بناهای دوره سلجوقی Thank you.
کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. دروازه ارک از دوره قاجاریه. صوفی‌آباد روستایی است در جنوب غربی سمنان. تقریبا 6 ماه. اولین سکای ترویجی که اومد اینجا میدونین از کی اومد؟ نه، تا ساعت. کمک کرد محصول بهتر شد بعد از اون؟ بله، بله. چی میکارین اینجا شد؟ پنبه میکارین، گندم میکارین، خربوزه میکارین، پیاز میکارین. برق چی؟ برق داریم؟ خدا شارا پایدار کنه، برق نداریم. ساختمانی قدی ساختمانی و ساختمانی قدیمی خراب است. چون که آب نداشتیم از تعمیر افتادن، حالا هم که صاحب آب شدیم، کشاوردان ایده قدرت مالی ندارن برای همین چا دادن و لوله کشیدن و اینه قدی در بانک ها بدکارن. خونه هامون خوب نیست، خونه قدیمیه. ولی اگه همونا به همون شکل بسازن، بل. همون شکل قدیمی و تاقه و حیاتی، نه از اینه قشنگتر نیست؟ مخلوط از نقضیت مشاهده کنید شکل نقضیت میرنه که سوال سامنی شما خانوم هم اینجا زن هم کار میکنن تو کشاورزی یا نه؟ آره چرا؟ چرا؟ کار میکنن، آره تو بیابون میرین زن اومد کار میکنن. آره دیگه چی میکنی؟ میکارین؟ آره گام میکنن، گام میکنن، مردا میکنن، مردا میکنن، مردا میکنن، ما بره جنگاب میبریم، نهار میبریم. مقبره شیخ رکن‌الدین، علاءالدوله سمنانی، عارف و شاعر قرن هفتم. کجا دست کنید؟ صفحه هفتم آذر دامغان. مسجد تاریخانه. این مسجد که نخستین مسجد موجود در ایران به شمار می آید، عناصر و اشکالی کاملا ایرانی و ساسانی دارد. سال بنای این مسجد را بین 130 تا 170 هجری قمری ثبت کردند.
کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان. 70% کودکان و نوجوانان شهر در این کتابخانه عضویت دارند. قلعه امیر در 25 کیلومتری دامغان، یک بنای 250 ساله با معماری متداول در روستاهای کویری.
هفتم آذر ماه 1353. کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. نمونه ای از کار تئاتر اعضای کتابخانه. مهد کودک از مؤسسات سازمان ملی رفاه خانواده. بیمارستان عظیما. بگم که واقعا این سفر سفر خیلی خوبی بود به دلایل مختلف و برای خود من باعث خوشبختی که یک منطقه از مملکت رو که نمیشناختم آشنا شدم با مسائل مردم و پیشرفت‌های این منطقه. این سفر واقعا چیزهای دیدنی بسیار داشت، از هر لحاظ پیشرفت‌های در زمینه‌های مختلف داشت که باعث خوشبختی خود من و تمام همراهان بود و مسائلی هم که هست همه هیچ مسئله نیست، چون خوشبختانه همه قابل حل و شدنی است. و این گونه سفرها واقعا فکر میکنم برای خود من و تمام اشخاصی که با من در این سفر هستند یک فرصتی است برای آشنا شدن با مسائل مردم و دیدن شهرها و دهات مختلف و همین دیدنها و گفتگوها و تبادل نظرها در خود محل یک راه حل‌هایی پیدا می شد که اینها همه پیگیری خواهد شد در آینده.